چه جور مدیریتی بر اقتصاد کشور، بر عرضه کالاها حاکمه که هر از چندگاهی یک کالایی به این شکل، اونم کالای اساسی در شرایطی که گوشت قرمز هم به سر نمیتونن تهیه کنن، کالایی مثل مرغ یهو در برخی استانها کمیاب، گران، قیمتهای سرسام‌آور رو شاهدش میشیم؟ و اگر نگاهی بیاندازیم به این بخشنامه هایی که دولت چه در مورد قیمت عرضه رسمی مرغ یا فرضاً صادرات یا اونجایی که مربوط میشه به واردات نهاده های دامی است توجهی بکنیم، این نوسان، این آشفتگی رو به خوبی میشه دید. بنابراین در وهله اول باید اشاره کرد که یک اقتصادی که در چنبره این تحریم ها هست، نظام بانکیش قفل شده و در انزواست و نمیتونه مبادله متعارفی داشته باشه با جهان، از طرف دیگه دولت دارای یک نقدینگی بسیار زیادی است که موجب میشه تورم به شکل افسار گسیخته افسایش پیدا بکنه، منتها همزمان تحمیل میکنه قیمت مرغ یا سایر کالاها رو به تولید کنندگان و عرضه کنندگان. طبیعی است که در این چنین شرایطی تولید کننده علاقه‌ای به تولید نداره و به هر حال با لطایف الحیل سعی میکنه تولید نکنه. توزیع کننده هم به هر حال از اونجایی که هم تولید هم عرضه یک واحد از این کالاها می انجام به زیان، اونها باید انتخاب بکنند، یا اینکه ورشکست بشن یا اینکه ادامه بدهند و البته قیمت ها رو بالا ببرند. از اونجایی که بازار مرغ و حتی کالاهای دیگه زیر فشار تحمیل حکومتی قرار داره و قیمت ها نمیتونه همزمان با قیمت بازار بره بالا، همزمان و همگام با سایر کالاها، طبیعی است که تولید کننده انگیزه ای نداره برای سرمایه گذاری، کمبود پیش میاد، یا اینکه در مواردی حتی دیده شده که تولید کنندگان متوقف کردن تولید رو یا ورشکست شدن. بنابراین علت و علل مشکلات برمیگره به حاکمیت، بخشش برمیگره به سیاست های اقتصادی ناهموار، نامناسب و البته بسیار شتاب زده، بخشش هم برمیگره به سیاست خارجی و این قفل شدگی اقتصاد ایران در چنبره تحریم ها و البته فشار بین المللی. آقای علوی، اگر همین الان حکومت بخواد فکری بکنه برای تامین مرغ در تهران، در غرب ایران، راهی هست؟ کاری از دست دولت برمیاد؟ طبیعی است که دولت در چنین مواردی اقدام میکنه به واردات یا اموری از این قبیل، خریدن از تولید کنندگان و تزریق به بازارهای منطقه‌ای. منتها اینها راه حل‌های موقت، کوتاه مدت و مسکن و نمیتونه مشکل عدم تعادل تولید و تقاضا رو یا ثبات قیمت ها رو حل بکنه. بیاد بیاریم که در سه سطح میشه این مسئله رو تحلیل کرد: سطح کلان، سطح بنگا و سطح خانوار. در سطح کلان این سیاست های کلان دولته که به اینجا انجام میده و این بنگاست که خسارت هاش رو میبینه و دچار زیان میشه و البته مصرف کننده هم بازنده خواهد بود. چرا؟ برای اینکه یا فرضاً مرغ از سفره حذف میشه، سفره خانوار، یا اینکه اساساً این کالا به دستش نمیرسه و به هر حال دچار نوعی نابسامانی بازار میشه، یا به هر حال باید اون رو گران بخره و اینجاست که تعادل بودجه خانوار از بین میره، خانوار فقیرتر میشه به لحاظ غذایی. بنابراین در همین سه سطح اگه نگاهی بیاندازیم، علت العلل برمیگرده به اون سیاست های کلان حاکمیت و اون هم البته ریشه های سیاسی و اقتصادی دارد. آقای علوی، الان اشاره کردیم به اینکه بنگاه ها آسیب میبینن. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ های تخم‌گذار هم گفته ما خیلی آسیب دیده بودیم در سال گذشته و جبران خسارت نشده. چه خسارتی متوجه بنگاه ها دقیقا میشیم؟ یعنی چه بلایی سر اونها داره میاد؟ خب از یاد نبریم که هزینه تولید بالا رفته، ولیکن دولت علارغم اینکه خودش علت العلل این بالا رفتن هزینه های تولیده به دلیل همون نقدینگی کسر بودجه و البته سیاست تنش‌زایی منطقه‌ای که باعث تورم انتظاری میشه و قفل شدن اقتصاد ایران، این تورم معلول عملکرد حاکمیته. اما از همزمان دولت سعی میکنه که قیمت ها رو به شکل مصنوعی ثبات بده و مانع انکشاف قیمت در بازار بشه. در نتیجه این تولید کننده یا توزیع کننده
کالا رو میبایست گران تولید بکنه ارزان بفروشه. خب ثمرش چه خواهد بود؟ این است که یا باید توقف بکنه یا ورشکست بشه، یا اینکه فرضاً به هر حال به نوعی قیمت ها رو بالا ببره. از طرف دیگه با وجود اینکه بازار زیر سرکوب امنیتی، پلیسی، تعزیرات حاکمیت، قیمت ها رو نمیتونه ببره بالا. بنابراین تنها راهکاری که باقی میمونه همین کاهش تولید یا فرضاً انتخاب ورشکسته. سپاسگزارم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما.